گفتم خدایا این همه رنج و سختی چرا؟ گفت این مع العسر یسرا گفتم خدایا خسته و مانده شدیم گفت از رحمت ما ناامید نباش الهی به امید تمام رحمت و مهربانی هایت امروز برنامه روشنا را تقدیم میکنیم به همه هموطنان عزیزم و هر کدام که امروز بیننده برنامه هستن سلام روزتان به خیر روز یک تان به خوبی و خوشی و امیدوار هستیم که در کنار اعضای خانواده محترمتان خوش و سرحال و سربلند باشین امروز هم بیننده برنامه روشناب باشین و تا آخرین لحظات ما را همراهی کنین ما هم همراه شما عزیزان هستیم و آرزوی ای داریم که همگی شما عزیزان صحتمند باشین جور باشین و در کنار خانواده محترمتان لحظات بسیار خوب را داشته باشین و همه قسم که شما عزیزان در جریان هستین ما در روزهای یک شنبه در رابطه با رنج و زندگی صحبت میکنیم با شما عزیزان رنج هایی که در زندگی وجود داره و بررسی کردیم و گفتگو کردیم و گفتیم که رنج و سختی همیشه در زندگی ما وجود داره و راه فراری از اون نیست و نمیتونیم ما بگوییم که ما زندگی بدون رنج میخواییم رنج در زندگی ما وجود داره و باعث میشه که ما مقاومتر تر شویم باعث میشه که شخصیت ما ساخته شود و خالص تر شویم و برای که بتانیم با رنج های زندگی خودمون مقابله کنیم و دوره بشناسیم تا اینکه که بتانیم دوره مدیریت کنیم به همین دلیل کارشناس محترم و برنامه خانم حسنزاده عزیز در استودیو هستند که نسبت به این موضوع با شما عزیزان گفتگوهی زیادتری داشته باشیم تا اینکه بتانیم رنج را در زندگی بشناسیم و او را مدیریت کنیم سلام خانم حسن زاده و خوش آمدین به استودیوی ما بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری خوب برنامه روشنا و همه بینندگان عزیز برنامه ان که در هر کجا هستن جور و صحتمند باشن و در پرتو رحمت و الطاف الهی زندگی خوب خوشی را داشته باشن زنده باشین جان سپاس و تشکر از شما و همه عزیزان بیننده که امروز هم بیننده برنامه هستن و انشالله که زندگیشان سرشار از خوشی ها و مهربانی ها باشه و اگر هم رنج و سختی هم در زندگی هست بتانن به خوبی با مدیریت صحیح با رفتارهای درست تمام این مشکلات و رنج و سختی را از زندگی خودشان دور کنند حالا مثلا زده ما با بیننده های عزیز ما در رابطه با رنج خب فلسفه رنج برشان بیان کردیم و گفتیم که خب زندگی بدون رنج و سختی معنی نداره تا ما رنج و سختی نداشته باشیم نمیتونیم خوشی های زندگی را تجربه کنیم و متوجه شویم و بعد از او آمدیم عوامل رنج بررسی کردیم و حال امروز میخوایم که اقسام و انواع رنج برای ازدان بیننده بررسی کنیم و بیان کنیم خب چرا خانم حسن زده؟ ما باید در مرحله اول که گفتیم میخوایم اقسام و انواعش رو بررسی کنیم چرا ما باید انواع و اقسام رنج متوجه باشیم چرا باید بفهمیم که رنج چه قسم اقسام داره انواع رنج چی هست نه در مرحله اولی سوال است چرا ما باید متوجه این موضوع باشیم چرا باید بفهمیم بله همونجور که شما فرمودیم ما در جلسات قبلی که در خدمت بینندگان عزیز بودیم تعریف رنج کردیم بله. گفتیم هرچی که انسان خواسته باشه و به آن نرسه نمون نرسیدن باعث میشه که از او رنج ببره فل... همونطور که شما فرمودیم فلسفه رنج رو بیان کردیم و گفتیم عواملی داره که انسان باعث میشه که رنج بکشه بله. بعضی از عوامل درونی بود بعضی از عوامل بیرونی بود که برای انسان ایجاد میکردن بعضی طبق حکمت و مسلحت پروردگار بود م. که برای انسان قرار داده شده بود و پاداشتی به از او در ازای از او داده می شد اما این که شما به موضوع بحث امروز رو مطرح کردین که انواع رنج هست بله که چرا این مبحث رو ما مطرح کنیم چون انواع رنج رو ما بدانیم اقسام از اینا رو در یک تقسیم بندی اینا رو بدانیم انسان بهتر میتونه مدیریت کنه اون رنج ها رو بهتر میتونه دپی از اونها باشه م. مشکل ما از کدوم نوعه م. از وقتا ام. انسان سردرگمی داره من نمیدانم مشکل ما در مورد نهفته است پس همه مدیریت از سعی از اونم نمیتونم در دست بگیرم جایی که اصلا در از دست انسان خارجه او رو میخواد کنترل کنه بله. و در جایی که در دست انسان است اینجا از از او متوجه از اون نمیشه آه. پس برای یک مدیریت صحیح داشته باشیم که بتانیم راهکارهای راهکارهایی بیان کنیم که این اف... باعث پیدا کنه که رنج ما کاش پیدا بله. کنه اینها لازم است برای مدیریت از رو ما انواع رنج رو بشناسیم و به این مسئله پی ببریم یک بله. نوع شناخ میتونیم بگیم که از رنج پیدا میکنیم درست. با این بله. رو بیان کردن انواع رنج اما همه همونطور که شما فرمودید همه ما میدانیم که عالم بدون رنج نمیشه دامنه رنج همه نیست که بگیم من امروز رنج دارم فردا دیگه رنجی ممکنن ممکنه ندارم. نداشته باشم نه انواع رنج مود به صورت های گوناگون وجود داره علاوه بر که انواع مختلفی وجود داره و متفاوت هست متنوع هم هست ممکنه رنجی که من این هفته داشته باشم با رنجی که هفته آینده داشتم کاملا متفاوت باشه و از همه مهمتر دامنه وسعش هم خیلی زیاده خودش یک نوع حکمت از خانم حسن این این بحث خود شناخت رنج هست دلست. بله میتونیم بگیم این ر... که رنج ها مختلف, مختلف هست, هست. آره, هست. آره متفاوت هست و مختلف هست بله خودش یک نوع حکمتی هست چون اگه همه رنج ها یک, نوار... یک روال باشه دیگه انسان مقاومت از او... از ابعاد مختلف انسان ساخته نمیشه مقاومت از اون صبر از او شناخته نمیشه بله. و همونطور که این فرد تشخیص داده نمیشه در چه مرحله میتونه موفق باشه و چه مرحله رو باید بیشتر تلاش کنه تا به موفقیت برسه خب رنج هایی که ما با اون مواجه هستیم بسیار گوناگون است ما در طی روز که در حد توان و وقتی که داریم اینو بس میخوایم بکنیم ده. که رنج ها به چه صورت ها هستن رنجی که ما داریم بعضی از ها از حد توان انسان خارج است رنج هایی هستن که میتونه بگن غیر قابل اجتناب یعنی ما از اونها نمیتونیم دوری کنیم و در حد توان انسان هم نیست که بتونه این رنج ها رو از خودش دور کنه چون در وسط انسان به اینها نمیرسه و نسبتا هم فراگیر هست این چون جوری نیست که بگیم که این رنجهایی هست که خود انسان برای خود ایجاد کرده پس میتونه اونها رو مدیریت کنه بلکه, بلکه نه رنجهایی هست ممکن است یک منطقه رو برا بگیره درست. یا یک کشوری رو در بر بگیره و های بله متفاوتی بله بله. ممکن است مثل سیل <تصفح> <تصفح> یا زلزله که میایه خب اینها رنج هایی هستن که انسان در پی از اینها باعث میشه آزرد خاطر بشه ممکن است در اثر یک زلزله چندین نفر از بین از بین برن. خب بله. اینها باعث میشه یا باعث میشه زندگی های خو... از ممکن از زنده باشن و زندگی های خورد دست بده خب این در پی از رنج هست خب اینها یک قوانین خاصی است که در جهان حکم فرما هست بر اساس او خلقت جهان و آفرینش نظام خاصی داره ما نمیتونیم از این موارد جلو از اونا رو بگیریم بله نمیتونیم فرار کنیم نمیتونیم فرار کنیم غیر ارادی است اینها در جهان حکم فرما است چی ما بخوایم چی ما نخواهیم, نخواهیم. پس یک چیزی هست که فرما هست در جهان و باید هم باشه همین نظام هستی که برای دوام از اون لازم هست این موارد تب... اون چیزی که طبق مسلحت الهی هست مم. باشه پس اینها سیل ها و زلزله و طوفان و چیزهایی هست که ما از اونها نمیتونیم فرار کنه و مثلا میتونیم بگیم این برای اختزای الهی جاری هست یعنی از قدیم الایام بوده, بوده و بعد از او هم همین طور ادامه داره بعضی از, 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 از مریضی ها و اینها رو میتونیم آره هایی که در اصل بعضی از بیماری ها ایجاد میشه مثلا و وبای که میگرفتن یا همین کرونایی که در اصل مثلا بود اینها یه مس... مسائل است البته ممکن است بیخردی و بعضی وقتا استفاده نکردن از عقل انسان در این دخیل باشه ولی همه گیری شدن از رو هم میتونیم بگیم جزء همه از عوامل باشه آره بعضی وقتا اگه انسان رایت نمیکنه دوچار یک بیماری یا یک مرض میشه این قضیهش با او که بخوایم به در دست خود انسانه ولی بله سین و زلزله دیگه در دست خود انسان حتی همون بیماری کرونا هم که شما گفتین خب یک بیماری اپیدمی بود دیگه بله. عمومی بود جهانی بود تا نبود که در دست یک انسان در دست خودش باشه بله. یک مرضی بوده که کل جهان رو فرا گرفتن من یاد قبلا مثلا حالا کرونا که ممانند مثلا وبا که بود بله. مثلا یک منطقه خاصی همه گیری بود همه گیری یا کلا باعث می شد وبای یک نفر دو نفر اون رو نگیره آره ممکن دلی. بیماری باشه که کسی مثلا خودش رعایت نکنه دو چهار بیماری بشه سیگارت میکشه خود سیگارت به بدن صدمه میزنه اون او میشه ارادی بله او ارادی میشه بعدش این یک نوع فراگیر بودن رو بیان کنید در ضمن همین که ما داریم در مورد رنج ها داریم صحبت میکنیم این رو بگیم بعضی وقتا آرزه بر انسان پیش میاد مثل همون آرزه بیماری که پیش میاد انسان خودش هم مراقبت بکنه هم. مثلا در اثر بالا رفتن سن ممکنه یک نوع بیماری در سراغ از انسان بیاد خب این هم در کنترلر انسان اه. نیست یا مثلا همین دوران پیری جوانی خودش خارج از کنترل انسان هست خب بعض وقتا افرادی هستن وقتی به پیری میرسن باعث میشه که سن با بالا بره ناراحت بشن اه. چون من قدرت جوانی رو ندارم حالا خب بسیار از مادرای عزیز ما میگن که اولادداری تربیت اولاد دیگه بر کار روزمره و زندگی و کل اینا سختی های خودت داره رنج های خودت داره بله. ما میتونیم اینها رو هم جز همین مسئله عنوان کنیم این مسائلی که ارادی نیست ارادی نیست هر کسی واقعا به اولاد به دنیا میاره واقعا باید او رو تربیت بله. کنه خودش رنج هست. خودش رنج داره و همه مادر پدرها هم جوری در فطرت از اونها نهاده شده که به بهترین نه میخوان اولاد خود تربیت کنه بله. خب در پی از اون رنج هایی هم ممکنه متقابل بشه بله خب میان برنامه تقدیم شما عزیزان و بعد از اون همچنان با برنامه روشن و همراه باشیم با موضوع رنگ در زندگی شکر از همراهی همه شما عزیزان و چقدر خوب است که بیشینه و میال یک بررسی کنیم خب ما در زندگی چه هایی داریم فکر کنیم ببینیم اگر که امکان پذیر است بیایم نوشته کنیم یک فهرست تهیه کنیم اینا رو بیایم نوشته کنیم ببینیم که خب ما در روز چه هایی داریم حالا اگر شاید روزانه باشه شاید بسیاری از رنج ها در یک هفته شود شاید زیادتر ادامه دار باشه خب امینا رو معلوم کنیم برای خود ما ما در زندگی چه رنج داریم بعد از اینکه متوجه شدیم ببینیم که این رنج های زندگی ما هستند خب آیا این رنج های زندگی را خود ما ایجاد میکنیم یا اینکه که نه غیر ارادی است او وقت است که ما اقسام رنج ها را در اینجا تشخیص میتیم وقتی که متوجه شویم که بسیاری از رنج ها در دست خود ما نیست و بسیاری از رنج ها در دست خود ماست او وقت میتونیم به خوبی اونها را مدیریت کنیم که اونها را چه قسم مدیریت کنیم هم باز هم در برنامه روشنا در روز یکشنبه به شما عزیزان خواهیم گفت و امروز فقط خاص میخوایم اقسام رنج ها را بررسی کنیم و شما هم ایره متوجه باشین که یک نوشته ای داشته باشین یک مرور کنن رنج های زندگی خودتان را و ببینیم که کدام یک ارادی است و کدام یک غیر ارادی درست است خانم بله یه بسیار عالی به انسان کمک ام. کنه انشاءالله در بحث مدیریت رج ما رو درست. بیان میکنه اونهایی که ارادی است که انسان خودش مدیریت میکنه و کندلون میکنه و اونهایی هم که غیر ارادی است ممکنه سوال پس وقت پیش بیاد که من اونا رو به چه قسم مدیریت کنم بله. همون که اونها رو همجور که شما فرمودید، انسان لستی از اونها بله. داشته باشه و این رو به حکمت و پروردگار و اختزای الهی در نظر بگیره یک تسلی خاطر میتانه به با او باشه و حتی بعدا جزای در پاداشتی خداوند برای انسان میده و بسیاری از مسائل دیگه که ما انشالله در جلسات آینده خدمت بینندگان عزیز عرض خواهیم بله. در قسمت رنج ها یه مورد دیگه ای که رنج های جسمی رو ما میخوام با کلمه از قرآن کریمی رو بیان کنیم سوره روم آیه چهار خداوند متعال میفرماین در این زمینه که پیری و ضعف ناتوانی که به سراغ از انسان میاد ای بخشی از زندگی است و جز واقعیت از زندگی است خداوند متعال میفرما خدا همان کسی است که شما را آفرید در حالی که ضعیف بودید سپس بعد از ناتوانی قوت بخشید بعد از قوت ضعف و پیری برای شما قرار داد هر چه بخواهد می آفریند و او دانا و توانا است اینجا قدرت پروردگار رو میخواد بیان کنه که این پیری و ناتوانی انسان جزئی از زندگی از او انسان است همونطور که ناتوان بودیم به قوت رسیدی الان هم ممکنه دوره باشه به بحثی که من مطالعه میکردم این نکته بحثی از روانشناسا گفتن که هر کسی که انسان به اون مقطع برسه او رو بیشتر درک میکنه بله. کسی که جوان هست شما مثلا بارها بهش بگی این کار رو انجام نده امه. که این ضررهایی داره من الان در پیری متوجه است فلان ضررهای این کار هست ولی این جوان او رو درک نمیکنه بله. چون ممکن است سخن از او فرد رو بشنوه ولی چون خودش. تجربه نکرده این رو به ذهن از اون میرسه حالا من کوتا پیری امه. باعث میشه او کار رو انجام ده. یا غذای مناسبی نیست او رو مصرف کنه اینها از یا پرخوری متان بگیم بسیاری از موارد دیگه ده. پس ای از چیزهایی است که انسان باید به اون مقتب برسه تا او رو درک کنه مم. یعنی اونجور نیست که انسان بخواد به اون مقتب نرسه و اون رنج اون مقتب رو درک کنه خالی مثلا این کار خوب است واقعا که یک جوان مثلا باید حتما حتما به سن پیری برسه تا ای که یک سری توانمندی ها و آگاهی ها را کسب کنه و خودش تجربه کنه یعنی امکانش هست که جوانای ما بگوین که خب بیایم ما تجربیات کلانای خود استفاده کنیم خب چرا وقتی که مسیری که باعث شده که اونا صدمه ببینن رنجشون زیادتر شود حداقل بیای ما اون مسیر نرویم اصلا گزینه دوم دو خیلی بهتره بله اصلا 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 همین است که ما از گذشتگان درس بگیریم و برای آیندگان اونها رو بیان بشه بله. که اینها رنج ها کم بشه ما در آیات قرآن هم داریم در مبعث کار کرده رنج در این رو بحث میکنیم که بله تجربیات گذشته میتونه برای انسان امروزی کمک کنه و رنج های همون که شما فرمودین کمتر بشه و مدیریت امه. بشه که جوانای امروز میگن که زندگی امروزه با قدیم فرق داره بله نه او پیرمرد ها یا کهن سال ها و اونایی که عمری ازشان گذشته اونایا میگن که خب زندگی ما قسم دیگه ای بوده متنوع ممکن شده باشه امروز روش ولی ریشه, زندگی ریشه, فرق یاب... اصلا ریشه یابی میکنیم اصلی یکیه ما اصل و غیر اصلی دارید مورد داره ممکن است که متنوع شده باشه به یک سبک دیگه شده باشه ولی اصلش و او بودن چنین رنجی در زندگی انسان باقی هست و رنج های دیگه ای باعث میشه که از تاثیرات روحی انسان باشه ای بیشترین آسیب رو میزنه ممکنه که درد و بیماری داشته باشه بتانه او رو تحمل کنه اوه. و بالاتر این است که درد رنج و قلبی انسان داشته باشه و روحی داشته باشه من این رو همراه یک مثال بیان میکنم مثلا مادری هست بچه از او درد داره ناخوش احوال است به تبع از او درد بچه مادر هم الله ممکن از لحاظ جسمی هیچ دردی نداشته باشه و سالم باشه و یک درد آلام درد درونی در خودش بله. احساس میکنه و رنج میبره این چیزی هست که فطرت فطری هست با این باید باشه در هر مادری چون اگه این نباشه نسل بشر اصلا نمیتونه پیشرفت کنه بله. این جز ذاتیات یک مادر و فطریات یک مادر هست و باید هم ادامه داشته بله. باشه ولی این هم یک رنج است ولی این مادر برای تداوی از او فرزند خود میتونه یک نوع تسکین بده خود رو یک نوع دلداری بده که و سلامتی او فرزند فکر کنه تا به بیماری او دلی. اینا راهکارهایی است که بعدا ما ان شاء الله یاد این شعر افتادم خانم زاده که بنی آدم اعضای یک دیگر دیگرند خب یعنی شما سال مادر را گفته یعنی گاهی وقتا در یک جامعه یا در یک خانواده ها. یک عضوی میبینیم که گرفتار است رنج داره سختی داره مریض است یا هر رنج در او هست میبینیم که همه به نحوی جگرخون میشن و به نحوی نگران میشن و چه جامعه خوب است که قسم همدردی باشه و با هم دردی ها بتانن رنج سختی یکی دیگر را برطرف بر کنن کردم. بله بسیار نکته من جزئی تر باید کنم شما خیلی خوب بله. این رو مثلا عمومیت دادیم به کل بله. جامعه ممکن بله. در همسایگی ما چنین بله. فردی باشه در منطقه ما یک فردی باشه خب اگه همه انسان ها همونطور که شما فرمودین تلاش کنن این رنج ای فرد رو بهتر میتونن بله. کنار بزن بخصوص که الان در کشور ما رنج های متفاوتی بله. به خاطر فقر به خاطر مثلا مثلا عدم فرهنگ فرهنگی مثلا آموزش و اینها بله. پدید آمده اگه بخوان تک تک افراد این رنج ها رو در کنار هم بزنن میتونن این رنج های به علاقت نمیتونیم از بین بب... بله. کامل از بمیارن برای رنج های رو افراد رو کم نکنن رنج های دیگه هست که می... اه... اه... که خیلی مسئله بالاتری است خود انسان برای خود ایجاد میکنه بله. که اثرات خیلی منفی هم ممکنه داشته باشه که ایزیاد خواهی انسان است ممکن است انسان حسادت داشته باشه. خب این بعضی وقتا که انسان افرادی که حسادت داره نسبت به چرا فلانی فلان موتر را داره و من, من ندارم آه. خب این یک رنجی در روی ایجاد میشه خب این رو خود فرق میتونه رنج های اخلاقی بسیاری داریم یا نه مثلا دسته کینه ایجاد شده امه. که فلان کس برای من فلان حرف رو زد من هیچ وقت رو نمی نبخشیدن که او فرد رو شما نبخشید بیش از اون که به او فرد آسیب بزنید خودمان آسیب میزنید بله. چون باعث میشه یک ناراحتی در خودمان ایجاد کنیم و همین ناراحتی باعث بشه ادامه و ادامه دار بشه مم. یعنی کینه ای که ممکن است خیلی جزئی بوده مم. به مراتب و بیشتر و مم. شدیدتر بشه زن و بدگمانی و احسان. منفی بافی های زندگی خودش باعث رنج میشه رنج میشه در انسان بسیار عالی و بزرگترین از او در مساله دنیا هست که هوای نفس انسان رو بگیره و انسان رو زیاد خوار کنه <applause> اینجوری که خلاصی از این ممکن است از رنج برای انسان ممکن نباشه جز همونطور که در کنام ائمه اطهار اومده پایان از اون مرگ یعنی وقتی که زینت های دنیاوی انسان رو فرا بگیره دهلی. آخر خط برای از اون مرگ است چون آخر خط دیگه نمیتونیم برای از اون ترسیم کنم و هم آدام اگه یک مثلا انسانی که مدام به دنیا فکر میکنه یک چیز رو رنج برده به دست آورده به مورد بعدی داره فکر میکنه درست. ممکنه در پی به دست آوردن یک موتر بوده بله بله خب اگه موتر رو خرید باز موتر بهتر میخواد آه. و کلان خانه کلان میخواد خب این سعی و تلاش اگر باشه چطور خانم اصلا در پس سر گاهی وقتا یک انسان تلاش داره کوشش داره میگه خب من میخوام در زندگی بهترین باشم و به خاطر که بتونم و بهترین چیزا دست پیدا کنم تلاش میکنه کوشش میکنه آیا این یعنی به نظر شما ای عیب است مشکل نه. داره در بحث تلاش و کوشش ما واقعا از دای اسلام سفارش کرده. بسیار بسیار بزرگانی رو سفارش کردن که شما تلاش بکنید به دست بیارید نه بعضی وقتا هست که ای به خاطر ما اول هم گفتیم یا به خاطر حسادت یا به خاطر چشم همچشمی و او زیاده خواهی زیاد دنیاوی خواهی. ب... بگیم. به طریقه منفی میتونیم یعنی گفت دیگه به زیاده روی و تجملات احسان. و نرسد در حد باشه که همون که بتونن نیازهای زندگیش بهترین باشه یک فرد تلاش میکنه دکتر هست خب وقتی که در شان از او هست که بهترین ماشین رو هم داشته باشه و تلاش میکنه بهترین خوله رو هم داشته بله، باشه خب برای از این فرد که ما آم. زلر نمیدانیم که بگیم مثلا نه تو نباید این ها رو داشته باشی در چه چنی... شان از این فرد است ولی یک فرد نه خودش به مردم هست خب قرضی داره آه. ولی اه اه کس به خوبی نداره خودش رو به ای در او در میزنه که بهترین مطرح داشته باشه. خب ای برای از او اشتباه هستید. اشتباه او اصلا جا نداره و زیاده خواهی از او ام. و تمامی هم نداره. این خودش یک رنج است رنج برای از او ایجاد میشه چون برای او کسی که داره و تلاش میکنه دیگه به دست بیاره او رو دیگه به رنج که نداره که من چجوری قرض های از رو بدم من چجوری بخوام مثلا از مردم به من حرف نزنن که تو نان شب تو به زور جور میکنی این متل چی است یا بسیار از موارد دیگه که ما میتونیم برای از اینها ذکر کنیم حتی در بحث همین بحث های اخلاقی مم. که ما ذکر بله. بعضی از این عکس عمل ها و گناهان مم. و ناشایسته ذکر شده که عواقبی رو هم میتونه به انسان داشته خب باشه خب پس عواقب بعد از میان برنامه ما برای عزیزان بیننده ما خواهیم گفت همچنان همراهی کنین برنامه روشنا رو بعد از یک وقفه و میان برنامه رنج و زندگی با شما عزیزان همراه هستیم شما هم بیننده برنامه روشنا هستین از شبکه جانی هادی بخش فارسی دری حالا ما اصلزاده عزیز کارشناس ما هستن در روز یکشنبه و اقسام و انواع رنج را داریم بررسی میکنیم انشالله که در زندگیتان رنج و سختی نباشه اگر هم هست بتانیم که اونها را مدیریت کنیم بشناسیم و از رنج ها و سختی های ما و مشکلات زندگی برای خود ما موفقیت ها بسازیم و ما چه قسم با رنج و سختی موفقیت بسازیم خب بیننده برنامه روشنا باشین روزهای یکشنبه که حالا من برای شما از بیان میکنن که ما چه قسم باید مدیریت کنیم و چه قسم باید بشناسیم رنج های زندگی خود ما را خانم اصلا زده رنج ها انواع و اقسامش بیان کردیم فکر میکنم که هنوز هم باقی هست درست است؟ بله رنج های اخلاقی رو داشتیم در رنبای رنج رنج های اخلاقی رو داشتیم بیان میکردیم که گفتیم عواقبی رو برای انسان داره اگه انسانی که مثلا ما داریم در آموزهای اسلام کسی حسادت نورزه اگه حسادت ورده یا کینه نورزه اگه اینها رو انجام داد در پی از او عواقبی برای از اون میاد و این باعث میشه ما در یک جمله در آیه قرآنی ای رو بیان کنیم میگن خداوند متعال در آیه سی سوره میفرمایند هر مصیبتی که به شما میرسه به خاطر اعمالی هست که انجام دادید <متصفح> بسیاری از اعمال رو هم باعث میشه عفو کنی پس رو بدانیم اگه ما به زلر کسی دیگه برای دیگری رنج ایجاد میکنیم اینها خودش باعث میشه که عواقبش هم خود ما بچشیم این از مشکل مثلا مشکلات کفاره ای... اعمال ما میشه آه. کفاره هم میتونیم بگیم عواقب هم میتونیم بگیم بیان کنیم اگه مشکلاتی مثل قطی مثلا ام. که امروز بعضی از مثلا جاها با او گریبانگیر گیرست ناملایمات اجتماعی اینها به خاطر این است که یک اصولی رو پیروی نمیکنن جنگ هایی رو که مثلا خود افراد باعث میشه ایجاد کنن مطمئنا رنج هایی رو به بقیه افراد به جا میگذارن شورش هایی که بعضی از افراد ام. ایجاد میکنن خب ناملایماتی رو برای اجتماع به جا میگذارن اینها باعث میشه که علاوه بر برای اجتماع این موارد رو به جا گذاشتن خودشان هم گریبانگیر همچین بلاها و عذاب هایی بشون خب پیروی کردن از دین خودش میتونه برای انسان در قضیه رنج راه باشه اگر ما داریم سوره اعراف که خداوند متعال میپنه اگر شهر آبادی های ایمان آوردن و تقوا به هم پیشه کردن برکات آسمان و زبین بر آنها گشاده می شود ام. ولی آنها حق تکسیب آنهایی که تکسیب کردن اینها را ما اونها را به کیفر اعمالشان مجازات میکنه پس یک مدل رنج های در زندگی ما داریم تاوان اون گناه هایی است که ما میدیم تاوان او کارهای ناشایسته ای است که عالی. ما انجام میدیم این در بحث اخلاقی بود اما وارد یک مرحله دیگه از رنج میشیم که این هم ممکن است خود افراد الان در جامعه امروزی بسیار دیده میشه یک مادری هست میخواد بچه از او تحصیل کنه بله. ای رو در ش... اه... کشور دیگه ممکنه یا شهر دیگه برای کسب تحصیل یا کار کردن که با موفقیت پیدا کنه ای رو میفرسته ب... می از اول که اون رو نفرستاده این فرد آرزو داره که چین اتفاق به هم... به فرزند از او بیافته ولی وقتی که فرزند خور فرستاده در یک مملکت دیگه در مهم. یک شهر دیگه ای ف... مادر میشینه رنج قربت از رو میگیشه که چرا این فرزند از من دور است یا خود فرزند چرا من از خانواده خود دور است که در هم... کشور ما بسیار, بسیار هم زیاد, است بله اینها رنج های فاصله ها هست مادر از اولاد دور است اولاد از مادر دور است خانواده ها از هم دور هستند به خاطر مهاجرت هایی که صورت گرفته این غم غربت و مهاجرت که دوتن ما و هموطنان ما بیش از حد است اصلا بس... پس این از رنج هایی هست که به قول شما در بین هم و ما خیلی زیاد دیده شده و دیده, و میشه, دیده میشه اگه تقریبا میتونم بگیم اگه میانگار 50 فیصد یا 70 فیصد خانواده ها گریمانگیر این غم غربت هستند خب باعث هم میشه حق هم دارن چون مادر به عنوان چیزی که فطرتا آفریده شده این رنج و فرزند هم چون از خانواده خودی از این رنج ها رو میگیشه ولی ما میخوایم بعدا در قسمت مدیریت رنج میگیم به مراحل بالاتر از او باید اینجی فکر کنه به اهداف بالاتر از موفقیتی که ممکن است این در مملکت خود خودش به دست نمی آورد یا کسب و کاری که میتونه در قربت داشته باشه برای از این بهتر اهداف بالاتر رو اگه هم مادر هم والد فرزند حال میتونه بگیم برعکس هم این مورد رو بگیم هر دو تصور کنن و اهداف بالاتر این رنج برایشان آسانتر آسان میشه بله. از رنج های دیگه ای که میتونه خود فرد برای خود خود ایجاد کنه در اثر سوء مدیریت در حوزه خانوادگی مشاقل اینها هست که الان هم کم وجود نداره در جامعه فرد نتمانسته شغل خوبی برای خود خود ایجاد کنه بلی. یا در اثر سوء مدیریت بوده ام. یا در اثر مثلا مشکلات خانوادگی بوده مشکلات فرهنگی و جامعه, جامعه بوده و مشکلات اقتصادی خب این باعث میشه فرد یک دچار بشه و حتی نه برای خود ازی برای خانواده ازی یک رنجی ایجاد بشه بلی. یا همین مثلا فردی که چ... مثلا به مواد مخدر روی آورده ام. خب همین باعث میشه که هم برای خود از اون رنج آور باشه بله. که خانواده از اون دور شدن نمیتونه کار بکنه بله از در جامعه و هم این که برای بقیه مثلا بقیه خانواده هم برای خود شخص ام. هم برای اطرافیان از اون باعث میشه که رنج ایجاد بشه و اینها از رنج هایی هست که بعض وقتا انسان خودش به سراغش رفته ام. حتی از او استقبال کرده ولی نمیدانسته که چی زلرهایی میتونه به خود از او و به خانواده نا. از او و در سطح کلانتر به جامعه از او بله ما گفتیم که بیان نوشته کنن همه اینا را که چه چیزهایی چیزهای چه چی رنجهایی را ما خود ما برای خود ما ایجاد میکنیم و چه رنجهایی هست که ما خب در جامعه به صورت عمومی مثلا به ما غیر ارادی هست اینا باعث میشن که با ما کمک کنن که چه قصه ما با اینا روبرو شویم گاهی وقتا به خاطری که رنج های ما بتانیم با او مقابله کنیم مشاوره گرفتن هست و ای که ما بتانیم تشخیص بتیم خواهی خواهی مثلا منظورم که مثلا بسیار وقت ما نمیفهمیم که آیا این رنج هایی که ما در زندگی می کشیم آیا ارادی است یا آیا غیر ارادی است چه قسم هست برای شناخت اینها چقدر خوب است که ما بتانیم از دیگران هم کمک کنیم از همدردی و مشاوره دیگران هم استفاده کنیم تا اینکه بتانیم تشخیص بدیم که انواع و اقسام رنج های زندگی ما چی ها هست و چه باید بکنیم نسبت به هر کدام از اونا درست است؟ بله قسمت مشاوره خیلی نکته خوبی بیان کنه بعضی وقتا مم. انسان دوچار یک نوع رنجی میشه خودش نمیتونه این رو تشخیص بده مم. که من مدت زمانی که من به این رنج مبتلا هستم خب چقدر هست مثلا انسان دوست داشته به یک مرحله برسه ولی بله به اون مرحله نرسیده و باعث میشه مم. که رنج ببره خب این مدت زمانش مطمئنا ممکن است به او کامیابی برسه و تمام بشه ولی بله. خود فرد نمیخواد این رو متوجه بشه و در از اون مسیر هدایت کنه و یک فرد دیگه خیلی به انسان میتونه بله. کمک مام. کنه و همراه از او باشه وقتی انسان رنج بیماری رو داره رنج مریضی رو داره خب بهش دکتر میره دیگه یعنی که من مریضی دارم و رنج میبرم از او بله. خب درمان دارم حالا خب بسیاری از رنج های زندگی ما هم درمان داره به از, از که ما به دنبال از او باشیم به فکر از او باشیم و ایتو نگوییم بگیم که خوی می هست دیگه زندگی است دیگه خب همیشه گفتیم که زندگی بدون رنجم نمیشه نه خب پس باید بکشیم دیگه یعنی یه گپی که میگیم بسوزیم و بسازیم یه گپ نباشه حالا که رنج زندگی هست ما که میگیم که خوب است که در زندگی رنج باشه که انسان ساخته میشه ولی دلیل این است که دیگه ما رها کنیم اونا را. بلکه اونا رو بعد بشناسیم اقسام و انواع اونا رو متوجه باشیم بله وقتی زمان اینها انواع اقسامش رو شناخته موانع هم راحت تر میشناسیم بله. یک فردی که رنج خودش رو نمیدانه بعد وقتا یک حادثه ای برای از اون اتفاق افتاده و او رو از ناحیه خودش بدانه در صورتی که سیر طبیعت به بوده که او حادثه اتفاق بیفته مثلا میتونیم بگیم که مرگ یکی از عزیزان خب بالاخره این بر اساس حکمت و مختزای الهی ممکنه اتفاق افتاده باشه ولی چون فرد خودش رو مقدس بعض وقتا ما داریم افرادی در جامعه که خودشون رو باعث میشه که مقصر بدانن خب این باعث میشه رنج از اونها نه تنها من از بین بره بلکه دوچندان بشه و روز به روز هم آه. افزایش ب... کنه و نتوانن این ای رنج ها مانع برای زندگی از اونها بشه موفقیت از اونها بشه حالا در این مورد ما صحبت کنیم خانم که حالا که ما که گفتیم که رنج در زندگی خوب است تا رنج نباشه با خوشی ها را متوجه نمیشیم ساخته نمیشیم خالص نمیشیم ولی خب رو باید بگویم که اگر رنج بیش از حد در زندگی ما باشه که ما راه های برای رفع او پیدا نکنیم هم یک سری صدمات به ما میخوره ما دچار مشکلات میشیم پس ما که حالا میگیم که رنج در زندگی خوب است اگر باشه این رو باید بگویم که رنج اگر هست باید رفش کنیم مورا طور نباشه که بگویم که خب آله اینا در زندگی ما هست دیگه ما باید بسوزیم و بسازیم همراهش این عواقب اونها رو باید بررسی کنیم بله همانطور که ما گفتیم که اگر همین نکته که شما در جلسات قبل ما گفتیم که اگر رنج در زندگی نباشه ام. به همیشه هموار باشه انسان ممکن است دچار افسردگی بشه بله. ولی رنج های زیادی هم دارن ام. افراد مشقت ها و ناراحتی های زیادی هم دارن و موانع از اون هم نشناختن و صبر کردن در برابر از اونها رو خودش دچار بیماری های روانی شدن ام. حتی دچار استراب استرس و بیماری های دیگه که در سراغ از اونها آمده چون نتانستن اونها رو تشخیص بدن و اونها رو برطرف بکنن بله پس یعنی رنج یک چیز نامطلوب است ولی خب باعث پختگی انسان میشه بله به قسمی بگویم نه؟ بله رنج ها در زندگی وقتی که انسان اونها رو عبور ق... ب... مثلا بگیم پلی قرار بده آه. محل عبور قرار بده به انسان بله. حتی میتونیم بگیم مطلوب هم میشه ممکن است بگیم چون پس چرا؟ در صورتی که رنج بتونه برای پلی پل عبوری باشه برای آه. ما پل عبور باشه برای موفقیت میتونم مفید باشه و خوب باشه <applause> خب انشالله که در برنامه بعد بتانیم که نحوه مدیریت و مقابله با رنج رو هم بررسی کنیم تا اینکه ان در زندگی ما هیچگاه سختی و رنج و مشقت و بیماری ها نباشه و در کنار رنج ها و سختی ها موفقیت ها و خوبی ها و خوشی ها هم داشته باشیم همیشه خوشبخت باشین پیروز باشین و موفق باشین خدا نگهدار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم